آمدین به برنامه رو در رو. دو خانواده چهار نفر با هم رو در رو قرار دارن. هر دو خانواده قصد دارن که 500,000 افغانی رو ببرن، اما 500,000 میبرن نمیبرن این خب معلوم نیست. 10,000 افغانی پول نقد، دو سیم موبایل یکی از این دو خانواده حتما برنده میشن. برنامه رو شروع میکنیم به نام خداوند و معرفی خانواده بنیادی. تشکر کنم و امرالدین خانواده رهبری میکنم. خوب هستین جان تاجو؟ خیلی خوب. معرفی کنین اعضای خانواده. امرالدین بنیادی هستم، کارمند یک بانک خصوصی. بسیار خوب. زرنگار بنیادی، خانم خانه هستن. چی تان میشن؟ خانم برادرم هست. خب بسیار خوب. ملاقام شریم هست، متعلم هستن. سید علی هم متعلم هستن. چی تان میشن؟ بچه مامای میشه. بسیار خوب، مشرف شده. میریم به طرف خانواده عسکریار. وای خانواده را اقبال رهبری میکنن. خوب هستن؟ خوب هستن؟ بخیر هستن؟ خوب هستن؟ بخیر هستن؟ معرفی کنین دوستان. اینجا رو محمد اقبال وارث، یک تن از اشتراک کنندگان برنامه رو درو و کارمند در یک از نهادهای دولتی. بسیار خوب. سر کاکای محمد بلال عسکریار، کارمند یک از نهادهای خصوصی و همچنان معسل هستن در رشته ژورنالیسم. محمد جلال وارث روانشناس هستن و همچنان کارمند دفتر ای پی سی. سید رحمان رفیق ما معسل سال دوم کامپیوتر ساینس پانتون کابل. امیدوار هستیم یک برنامه خوب با شما داشته باشیم. ان شاء الله، چون لباسای خوب پوشیدیم برنامه خوبم خواهد داشتیم. همون لباسای آرسی از ماشاءالله. خب حالا هر دو سرتیپ من سوال اول جواب میتن. تشویق کنید. شانس خوب بردیتون. سوال کشمو دو نفر میخوایم بپرسیم. سوال از قبل 100 نفر پرسیدین، 100 نفر جواب داده. تعداد جوابای ما شده 7 جواب. شما اولش بیشترین، شما رفتمش کمترین امتیاز داره. هر کس امتیاز زیادتره پیدا کرد با مشوره خانواده، سوال میتونن که ببرن به طرف خانواده حل کنن یا هم واگذار کنن. آماده هستین؟ بله. یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنه؟ از اسپار. چی؟ اسپار. اسپار؟ اسپار. این حال جوابتون قفل شده؟ اما اگر معنیش امو چیز باشه که ما اسپار یعنی میگی زمین چپ میکنم روش زمین امرا چیز مخ پای پچلک میتیم زمین چپ میکنم اسپار. اسپار است. اسپار چی است؟ من نمیفهم. تو کدام یک وسایل است؟ چوب است. خب چوب است، نوکشته سیز میباشه. خب شما هم شانس دارید. گاو. از گاو است. گاو. آه بیاین رفتیم به طرف خانواده عسکریار. بلال، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنند؟ از بیل. بیل؟ بله. از بیل. جلال، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنند؟ گاومیش. گاومیش. از گاومیش. رحمان، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنند؟ از ماشین یا موتور. یک شگه بگوین؟ ماشین. ماشین است. هدفتون ماشین خیاطی بود البته. اقبال، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنه؟ گوساله. از گوساله. حتما چند شب پیش برنامه رو دیدن. از خانواده بنیادی مشوره کنین. ضرور نیست کل جواب ها یکسان باشه. بلال، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنه؟ از موتور تراکتور. از تراکتور. بله موتور. از تراکتور. جلال، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنه؟ کلنگ. کلنگ. سرسنگ کشت میکنه چطور؟ نه زمین هم استفاده. آمده به طرف خانواده بنیادی. علی، یک دهقان برای قلبه کردن زمین از چی چیز استفاده میکنه؟ مرکب. مرکب. مالقا؟ تراکتور. تراکتور. البته چیز نبود. زرنگار؟ از ماشین. ماشین. ماشین خیاطی. نه ماشین قلبه. شما تصمیم میگیرید با اینا هم نظر باشه کدوم چیز نمیخواد؟ از آهن قلبه. از آهن. 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 از آهن استفاده میکنن. بیل کی بود؟ بیشتر پلاستیکی بود. اگر جوابشون درست بود بیشتر از 76 امتیاز میگیرن. اگر اشتباه بود 76 امتیاز خانواده عسکریار میگیرن. است آهن. مبارک 76 امتیاز به خانواده عسکریار آمد. خدا کنه جواب علی دهی بین نباشه که باز علی سرتان اعتراض میکنه که چرا جواب من را قبول نکردین. جوابایی که باز نشده با من یک جای بخوانین. 6 ماله. من خود نمیفهمم. 4 مرکب. همون گپ بوده که انتخاب نکردن سرتیم جواب از اینا ره. و حال سوال دوم رو میپرسیم از نفرهای دوم، زرنگار و بلال. تشویق نردیشان هم.
شکشک زیاد بود به افتخار ارزیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال است قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داده، تعداد جواب ما شده 6. و قبل از این سوال یک سوال ما از زرنگار میپرسیم، این پارک زرنگار از شماست؟ بله. خب مبارک تماشا چه خوبه. نام ماست. بسیار خوب. سوال میپرسم، حیوانی را نام ببرین که خوردن گوشت آن حلال نیست. خر. حلال نیست. حلال نیست. صحیح است که حلال نیست. طرف ما چرا بگیم؟ بسیار رفع میخوایم. خوش. هست؟ برکب. شما شانس دارین. پیشک. پیشک. هست؟ البته او هم حلال نیست. نیست دهی به این جوابا. دهیم؟ جلال، حیوان را نام ببرین که خوردن گوشت آن حلال نیست. خوک. خوک. صد فیصد آرام. هست؟ خوک. البته دین ما و شما اجازه نمیده که ای را بخوریم و باید هم در تحقیقات داخران نشان داده که خطرناکترین میکروب خوک داره که حتی با پختن و با جوش دادن هم کشته نمیشه، به او خاطر گوشت از یه حرام است و یک ایوان نجس است. رحمان، ایوان را نام ببره که خوردن گوشت آن الان نیست. سگ. سگ. از؟ سگ. اقبال، ایوان را نام ببره که خوردن گوشت آن حلال نیست. موش. موش. بگیریم اونم مو حلال خوردن هم نیتانی هم برد. هست؟ خب بلال، حیوان را نام ببرین که خوردن گوشت آن حلال نیست. خرس. خرس. تا او را بخوری و تو را میخوره. خرس. هست؟ خودتو نمیشه بس. خرس. جلال، حیوان را نام ببرین که خوردن گوشت آن حلال نیست. اسب. اسب. در ضرورت روا باشد هست فکر کنم، به خاطر از اینکه وقت در جنگا اشتراک میکردن گوشت نمیماندن گفتن اسب در زمان حلال است که ضرورت باشه. آیا همونطور است؟ بله دقیق. خانواده بنیادی بین خود مشوره کنین. رحمان، حیوان را نام ببرین که خوردن گوشت آن حلال نیست. قاطر. قاطر. است؟ آمده به طرف خانواده بنیادی علی، حیوان را نام ببرین که خوردن گوشت آن حلال نیست. گر. مالقا؟ موافق هستیم امرئیس. خانم زنگار؟ موافق هستم. شما موافق هستیم امرئیس علی. چی گفتن؟ گرگ. گرگ. اگر جوابشان درست بود بیشتر از 75 امتیاز میگیرن، اگر اشتباه بود 75 امتیاز خانواده عسکریار میگیرن. 151 بشه است. 151 امتیاز شد از شما با گرفتن 75 امتیاز دیگر خانواده عسکریار. جوابایی که باز نشده با مک جای بخوانین. 6. تمساح. 5. شیر. خب باید خوردن نشه به خاطر اینکه اینا مارا میخورن اگر نزدیک شویم. با می رقم ببینیم خانواده بنیادی هنوز صفر هستن. خانواده عسکریار داره 151 امتیاز. میریم به طرف یک وقفه، زود برمیگردیم، جای نریم. سوال سوم ما 200 امتیاز داره، چرا که ضرب دو میشه امتیازش. و این جواب میده نفرهای سوم، ملقا و جلال. تشکر نردی شما. خب این سوال ما قبل از 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده 5. 5 جواب 300 امتیاز داره. اگر شما 200 امتیاز داره، اگر شما 200 امتیاز بگیرین 351 میشه، نیاز به پرسیدن سوال چهارم نمیشه. اگر شما 200 امتیاز بگیرین 49 امتیاز بیشتر از اینا خواهد داشتین که 200 امتیاز بشین و زیادتر شما کوشش کنین که بگیرین سوال چهارم هم شانس داشته باشین بر جواب دادنش. شما هم کوشش کنین اینا کوشش نتونن. نه نمیتونم. خب آماده هستین؟ بله. میپرسم، نوه درخت را نام ببرین که در شهر کابل بیشتر میبینین. صحیح صحیح. بفرمایید. درخت چنار. چنار. است؟ چنار. شما هم شانس دارین. کدام درخت زیاد می‌بینین؟ توت. توت. در کجای کابل زیاد است؟ است؟ شما به طرف خانواده ببینین. رفتیم به طرف خانواده عسکریار. رحمان، نام درخت را نام ببرید که در شهر کابل زیاد می‌بینین. درخت ناجو. ناجو. است؟ ناجو.
اقبال نو درخت را نام ببرین که در شهر کابل زیاد دیده میشه. پنجه چنار. پنجه چنار. او چنار چی بود؟ شاخه چنار؟ بس؟ یا او قاشق چنار بود؟ بلال، نو درخت را نام ببرین که در شهر کابل بیشتر میبینید. درخت بید. بید. هست؟ بید. جلال، نو درخت را نام ببرین که در شهر کابل بیشتر دیده میشه. درخت سیب. سیب. هست؟ خانواده بنیادی بین خود مشوره کنین. رحمان، نو درخت را نام ببرین که در شهر کابل بیشتر دیده میشه. درخت ناک. ناک. آمدین سر میوه بخی. هست؟ آمدین به طرف خانواده بنیادی. علی، نو درخت را نام ببرین که در شهر کابل بیشتر دیده میشه. درخت انگور. ملقا. یک، دو، سه، چهار. علاج موفق است. خب، زرنگار؟ موفق هستم. انگور. شما موفق هستی یا کدام چیز نام میخواید؟ موفق هستیم انگور. انگور. در شهر کابل درخت انگور زیاد میبینند. در حالی که فراد دریا میگه درختان عکاسی پیردار کابل بود. است انگور؟ مبارک، یک تا سیم پیاز دیگه آمد به طرف خانواده عسکریار. جوابایی که باز نشده با ما یک جای بخوانین چی بوده؟ پنج. سرو. چار. عکاسی. همون چیزی که من گفته بودم بوده دیجا. خب، سوال چهارم هم میخواییم بپرسیم. سوال چهارم ما 300 امتیاز به خاطر داره، چرا که ضرب سه میشه امتیاز داشت، ولو یک طرف صفر هم باشه مثل برنامه شب قبل میتونن برنده شوند. ببینیم که در اینجا خانواده بنیادی چی میکنن و خانواده عسکریار چی میکنن. تشویق کنید نفرهای چهارم، علی و رحمان را. شانس خوب بردیتان. سوال که شما دو نفر میخواییم بپرسیم، سوال از قبل 100 نفر پرسیدیم، 100 نفر جواب داده، تعداد جوابای ما شده چهار. میوه ای را نام بگیرید که هم تازه خورده می شود هم خشک. توت. توت. است. توت. انگور. انگور. تازهش که انگور است. خشکش کشمش. کشمش. است. انگور. بریم. رفتیم به طرف خانواده بنیادی. امرالدین، میوه ای را نام بگیرید که هم تازه خورده می شود هم خشک. زردالو. زردالو. خشکش کشته است. کشته. هست؟ غلینگ. زردالو. همزر نگار، میوه را نام بگیرین که هم تازه خورده میشه هم خشکش. یک، دو، سه، چهار، پنج. کیله. خب، کیله خوش خوردین؟ میشه. ما خوش نکردیم دوباره. خب، معلقا، میوه را نام بگیرین که هم تازه خورده میشه هم خشک. خربزه. خربزه. خربزه قاقی خوردیم. اما خدا کنه 100 نفر گفته باشن. هست؟ خانواده عسکریار بین خود مشوره کنین. علی، میوه ای را نام بگیرین که هم تازه خورده میشه هم خشک. زردالو. زردالو. البته دو دانه را خشک میکنن. هست؟ آمدیم به طرف خانواده عسکریار. رحمان، میوه ای را نام بگیرین که هم تازه خورده میشه هم خشک. انجیر. جلال؟ موافق هستم انجیر. بلال؟ موافق هستم انجیر. شما موافق هستم؟ انجیر. انجیر. بعد میده زیاد فایده داره میگن. اگر جوابشان درست بود 300 امتیاز دیگر هم اینا میگیرن. اگر اشتباه بود 216 امتیاز خانواده بنیادی میگیرن. هست؟ انجیر! 300 امتیاز دیگر هم خانواده عسکریار گرفتن. ما فکر میکردم مثل شب قبل برنامه قبلی ما میتونن خانواده بنیادی با صفر تا این مرحله پیش آمده برنده شون، اما خانواده عسکریار مجال ندادن این خانواده را که برنده شون. خب، با این رقم میبینیم خانواده عسکریار دارن 581 امتیاز. کف بزنیم برشان. خانواده عسکریار، خانواده عسکریار برنده شون و شما 10000 افغانی پول نقد برنده هستین از طرف برنامه ما و دو سیت موبایل پرایم برنده هستین از طرف شرکت محترم خالد لمر. تشکر از شرکت خالد لمر بابت تهیه از تحفه خیلی قیمتی و که یکی از این شیشه لمسی است و دیگه ساده. به خیر خوبی انشاءالله ازش استفاده کنین. بین خود یک مشوره کنین که دو نفر مرحله دوم کی ها هستن پیدا کنین.
خانواده بنیادی بهترین شانس ها را دست دادین. خوب خوب شانس ها براتون پیش آمد. ما براتون توصیه میکنم در دیگر سایه زندگی شانس دست نتین که این رقم باز میشه مغلوب شید. به خاطر شانس ها را برنامه تفریحی است، مشکل نیست. بله دقیقاً من به این خاطر میخواستم این گپا را براتون بگم، برنامه تفریحی است، رنجور نباشین، در دیگر سایه زندگی ان شاء الله خوش شانس باشین. بازم تشکر از اینکه اشتراک کردین. ببینیم که خانواده عسکریار کی ها را انتخاب میکنن. همچنان جلسه ادامه داره. خب چی شد؟ حکومت وادت بلی وره جور نام جلال جان و جلال جان بین اردیتان تشویق کنین. خب از بین شما دو نفر کی میخواه اول جواب بتن؟ اول میخواه جواب. خب شما برین از موسیقی لذت ببرید. بفرمایید ما شما بریم به طرف یک وقفه، بعد از وقفه پنج سوال میپرسیم. گفت 500,000 هست. آیا دو نفر 200 امتیاز پوره کرده 500,000 برنده میشن یا خیر؟ معلوم میشه. بلال ما از شما 5 سوال میپرسیم، شما 20 ثانیه وقت دارین که به 5 سوال جواب بدین. اگر کدام سوال از او جواب ده نمیتونیم بگیم بگذار من میگذارم، از 20 ثانیه وقت باقی مانده بود دوباره میپرسم، شاید وقت شما جواب داده بتانین. و در این کار جلال هیچ کم اگه برتان نمیتونه فعلا سرگرم شون دن موسیقی است. زمان 500,000 افغانی را برنده بشین که 200 امتیاز پوره کنین. 199 هم شماره نیست که شما برنده شوید. به او خاطر کوشش کنین 200 و بیشتر از امتیاز بگیرین و وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول. آماده سین؟ بله. بسیار خوب. 20 ثانیه آماده. یک سنگ قیمتی را نام بگیرید. لاجورد. جایی را نام ببرید که بدون تیکت داخل شده نمیتونید. باغوش. پرنده ای را نام ببرید که گوشت آن خورده می شود. مرغ. برای دفن نمودن میت از چه چیز استفاده می شود؟ سنگ، تخته سنگ. معمولا خانم ها در کجاها چپلی می پوشند؟ آرسی. کف دادن برش. خیلی خوب بودید. من در اول از شما پرسیدم یک سنگ قیمتی را نام بگیرید و شما گفتین لاجورد. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر داد چند امتیاز داشته؟ 15. دوم پرسیدم جای را نام ببرین که بدون تیکت داخل شده نمیتوانید و شما گفتین باغ وش. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر داد چند امتیاز داشته؟ 10. یعنی در سر پنجره هم خودمون دو زده هم تیر میشه از پشت یک جای داره. سه و پرسیدم پرنده ای را نام بگیرین که گوشت آن خورده میشود و شما گفتین؟ مرغ. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بده چند امتیاز داشته؟ 0. آیا مرغ پرنده نیست؟ شاید نمیپره، شاید خاطر از اون میپره. دو اون دفعه از خونه هم سایی ما میپرم. چهارم پرسیدم برای دفن نمودن مایت از چه چیزا استفاده می شود و شما گفتین تخت سنگ. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بده چند امتیاز داشته؟ 10. چیزا حتما هم چیزای مهم نگفتین دیجا که بوده، شاید بلندترین امتیاز را که می گفتم شاید قناعت کنین. پنجم پرسیدم معمولا خانم ها در کجا چپلی می پوشند و شما گفتین عروسی. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بده چند امتیاز داشته؟ 12. 47 امتیاز گرفتن، 153 امتیاز دیگه نیاز دارن که 200 امتیاز پوره شه و 500,000 ببرن. 153 امتیاز باید جلال بگیرن. تشویق کنین جلال. جلال جان خوش گذشت؟ خوش. خب سلامت باشین. 153 امتیاز زیاد است کم؟ خوب است. خب اونم قرار باید شما بگیرین. 47 امتیاز گرفتن، 1-0 دارن در بین جوابایشان. مطمئن هستم که جوابایی را دادن که امتیاز بالا نبوده، به او خاطر امتیاز کم گرفتن. شما کوشش کنید جوابای امتیاز بالا داشته باشه را بتین که چه دست. اما تکراری جواب ندین. اگر تکراری جواب دادین این صدا را میشنوین، این صدا را کشوندین زود جواب دادن تغییر بتین که امتیاز گرفته بتانین. به خاطر تغییر جوابای امتیاز وقت شما 5 ثانیه زیادتر از وقت بلال است، یعنی 25 ثانیه وقت دارین. آماده هستین؟ بله. وقت شما شروع میشه بعد از ختم سوال اول، لطفا بلندتر جواب بدین. 25 ثانیه آماده. یک سنگ قیمتی را نام بگیرید. الماس. جایی را نام ببرید که بدون تیکت داخل شده نمیتوانید. سینما. پرنده را نام ببرید که گوشت آن حلال است. گنجش. برای دفن نمودن میت از چه چیزی استفاده می شود؟ کفن. معمولا خانم ها در کجا چپلی می پوشند؟ در آرزی. تکرار است. در کار، وظیفه. وظیفه. کف زنده باشید. خوب بودین بازم. من در اول شما پرسیدم یک سنگ قیمتی را نام بگیرین. شما همون یک قیمتش نام گرفتین، گفتین
الماس از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 35 بلندترین امتیاز اینمی الماس بود که شما گفتین. دوم پرسیدم جای را نام ببرین که بدون تکت داخل شدن هم میتوانید. شما گفتین سینما. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 20. اما بلندترین امتیاز از این تیاره بوده که بدون تکت ایج نمیمونه داخل. و سیما پرسیدم پرنده ای را نام ببرین که خوردن گوشتان حلال است یا گوشتان خورده میشود. شما گفتین گنجشک. از 100 نفر چند نفر با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 30. بلندترین امتیاز هم اینمی گنجشک بود که شما گفتین. و چهارم پرسیدم برای دفن نمودن میت از چه چیزا استفاده میشود. و شما گفتین کفن. از 100 نفر چند نفرش با شما هم نظر بوده چند امتیاز داشته؟ 30. بلندترین امتیاز هم اینمی کفن بود که شما گفتین. و پنجم پرسیدم معمولا خانم ها در کجا چپلی میپوشند زیاد؟ و شما گفتین دفتر یا وظیفه. 162 هست این تا حال. 38 امتیاز دیگه نیاز دارین که 200 امتیاز پوره شود. ببینیم چند امتیاز داشته این دفتر. 0. بلندترین امتیاز از این روی اویلی بود. 162 امتیاز گرفتن، 38 امتیاز کم آوردن و بلندترین امتیاز سوال آخری ما گفتیم روی اولی بود. خیر باشه. 10,000 افغانی پول نقد و دو سید موبایل برشان مبارک میگیم. تبریکتان باشه. تشکر. سلامت باشین. شما خانواده های عزیز اگر بخواید در برنامه رو در روش اشتراک کنین، برای خود یک خاطره و ثبت کنین، پس زنگ بزنین به 456 کلید 6 دو دوره فشار بتین، نام 4 نفر خدا بگیرین، در برنامه را پیدا میکنین. این بود برنامه امشب ما. تا شب های دیگر الله نگهدار. برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید. برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. اگر میخواید در یوتیوب با ما بپیوندید اینجا کلیک کنید. اگر برنامه خوشتان آمد لایک کنید، کامنت بگذارید.